این لکه ننگی که به دامان وطن ماند، آن قصه تلخیست که دیگر نتوان خواند. این طالع نحسی که زده چنبر بر ما، نفرین و عذابیست که آمد به سر ما. ما بی خبران غافل از احوال جهانی، در کنج قفس مانده حزین و نگرانی. بیهوده مظلوم دگر مرد نمانده است، ناموس دریدند و جوان مرد نمانده است. بیهوده مظلوم دگر مرد نمانده است، ناموس دریدند و جوان مرد نمانده است. کو کو رستم و کو نعره فرهاد، کو کاوه آهنگر و آن پرش و فریاد، کو ترک و لره یاغی و آن عهد دلیران. گویی که ترک خورده دگر غیرت مردان. این رنج مداوم همه پاداش سکوت است، آن روز که نومید شبی روز سقوط است. توتی مشو نومید اگر دل پر درد است، برخیز و امیدی بده چون وقت نبرد است. توتی مشو نومید اگر دل پر درد است، برخیز و امیدی بده چون وقت نبرد است. از ادب میکنم، در خدمتون هستم. برای ایرانی که گرفتاره و مشکلات زیادی داره راجع به صحبت میکنیم. لکه ننگ، واقعا در سال 57 چه اتفاقی در کشورم افتاد که مردم ناآگاه خودشون رو در دام یه گروه شیاد به نام آخوند و شیخ ملا توسط کشورهای خارجی که میخواستن این لکه ننگ در ایران پخش بشه ایجاد کرد، خودشون کردن، آمدن گفتن انقلاب اسلامی. واقعا زمانی که من خودم مینشینم فکر میکنم کلمه انقلاب یک مفهومی باید داشته باشه. انقلاب نکردید، واقعا کثافتکاری در سطح کشور ما شد و 43 سال طول کشیده و این بعض باید ادامه پیدا بکنه؟ نه، نمیتونه. در اون زمان خب نمیدونستن، هیجان زده شده بودن، گول خورده بودن، کلاه سرشون رفت. چی شد که یک مرتبه 43 سال طول کشید و این انقلاب جمهوری اسلامی که فاجعه بوده تونست این همه کثافتکاری بکنه و ادامه بده و هنوزم دست بردار قضیه نباشه؟ داستان باز برگشته مردم ایران. آیا همه مردم ایران ناگاه هستند؟ نه، درصد بسیار زیادی روشن شدن که اون انقلاب نبوده، یک فاجعه بر کشور گذاشته و اومدن میخوان این وضع رو تغییرش بدن. چگونه تغییر دادن؟ خب یک عده از ایران اومدن بیرون، به صورت از نظر خودشون انقلابی بوده، ما بریم بیرون زندگی رو جای دیگه شروع کنیم با سختی و محنت. یه عده خوب با راحتی این کار کردن، ولی در داخل ایران وقتی میبینه که این مملکت به این صورت داره اداره میشه و بسیار بده، تحمل میکنه. سیستم کاری انجام میده که اینها قبول بکنن که یه خوده بهشون وقت بدین،
وقت میده، یک سال دو سال جنگ رو پشت سر میگذاره، باز میبینه که تغییر پیدا نمیشه، باز میبینه که وضع بدتر، جمعیت بیشتر شده، اینا دارن خرابکاری میکنن. اون چیزیه که ستون فقرات اداره مملکت بوده، یعنی سیستم پادشاهی در مملکت، اونم داره یواش یواش از بین میره. میاد چیکار میکنه؟ اون نسل جوان بیدار میشه. نسل جوان چیکار میتونه بکنه؟ اول باید آگاهی پیدا بکنه که اگه من بیدار شدم دنبال چی باید برم؟ برم دنبال اصلاح طلب، یا اینکه مثلا این یا آقا بره، این آخون بره، یا نه اون یه مقداری درک میکنه که باید یک تغییرات بنیادی برای خودش ایجاد بکنه، برای کشورش، برای زندگیش. و میره، زمان میگذره، زمان میگذره، تا یک زمانی روشن میشه که این کشور نباید به این صورت باشه، باید تغییر پیدا بکنه. چگونه این احساس براش ایجاد میشه؟ آگاهی پیدا میکنه کشور به این صورت نبوده، زمان رضا شاه براش نشون داده میشه، مطرح میشه، و این رسانه شما نقش بسیار بالایی برای این وظیفه انجام داده. و بعد هم میان خوب نگاه میکنه، مقایسه میکنه این چیزی که بوده، میگه من نبودم، من الان 20 سالمه، 30 سالمه، این همچین چیزی نبوده. اون زمان یه مقدار روشن میشه که اشتباه شده. در داخل قضیه هم بهش نشون میدین این کاری که با کشور داره انجام میشه، شما نباید اینجوری زندگی بکنید، باید زیبا باشید، باید کشورتون موفق باشه، شما جز به موفقیت باشید. و یک زمان بلند میشه، میگه من یک بهانه پیدا میکنم، بیام مشخص بکنم که اصلا من حرفم چیه، چه حرفی واقعا میخواد بزنه. بگه مرگ بر خامنه‌ای خوب گفته اثر نکرده، مرگ بر جمهوری اسلامی گفته اثر نکرده، گوش نمیکنم، یه بگو من کارم رو دارم انجام میدم، فعلا مرگ رو برای تو آوردم و داری میبینی که چیکار کردم، بود سران ارتش از بین بردم، نخست وزیرتون از بین بردم، شما رو از بین میبرم، برای که شما خوشگذرانی زمان پادشاهیتون میکردید تموم شده، این داستانا نیست. میگه نه من از این کارا دیگه نمیکنم، من کار دیگه میخوام انجام بدم. میره در مقابل پاسارگاد، در مقابل آرامگاه کوروش بزرگ، روز تولد کوروش، اون نسلی که فرهیخته شده خودشون با هم صحبت کردن، یارگیری کردن و یک جرقه ای ایجاد کردن که اصلا جمهوری اسلامی فکرشون نمیکرد، حتی ما هم فکرشون نمیکردیم. ما میدانستیم که داره یه اتفاق نظر هویتی میفته تو مملکت، ولی نه به اون صورت. کی این کار کرد؟ خود این جوانان در داخل، در داخل ایران یک مرتبه خودشون با هم قرار میذارن، جایی که 2500 سال بوده و هیچ وقت همچین جمعیتی دوروبر این آرامگاه کوروش نبوده، یک وقت نگاه میکنین 700-800 هزار نفر، 1,000,000 جوان رفتن اونجا و دارن صحبتهایی میکنن که بسیار غیرعادیه. مهمترین صحبتش داره هویت خودشون مطرح میکنه، ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. عرب که عرب خوزی نیست، اون عرب خوزستانی، ایرانی خوز عربی صحبت میکنه، آذربایجان هم آذری صحبت میکنه، فارسی هم بلده. با اون یک مرتبه نظام نگاه میکنه یه اتفاقی داره میافته، این مردم بیدار شدن، داره بر میگرده اون چیزی مال خودش بوده و زیبا هم بوده، خدا خونده هم میدونن زیبا، ما ازش گرفتیم، ما میخوام محمد آقا رو اینجا دوباره رشدش بدیم، ما کشور میخوایم اسلامی کنیم، جمهوریش هم میکنیم و پدرشون رو در میاریم. اینجوری اسلام نمیخواد مردم زندگی بکنن، باید به طریقی که محمد آقا زندگی میکرده زندگی کنه، بره زن 10 تا 5 تا بگیره صیغه بکنه، کسابت کاری بکنه، ژنده پوش باشن، بیچاره باشن، تویی بشه مغزشون. یه وقت نگاه میکنه یک ضربه محکمی خورده. به نظر من در سال 2016، یعنی 6 سال پیش، جرقه انقلاب در مقابل پاسارگاه، جایی که کوروش پادشاهی که حقوق بشر به دنیا هدیه کرده با ما در کشورمون از دست دادیم، در سال 57 زده شده. حالا کسی قبول داره چه بهتر، اگر ندارید مشکل شماست. جرقه انقلاب زده میشه، میدانه که نظام چه موقعیتی براش پیدا شده، میگه حکومت آخوندی فقط ظلم، فقط جنگ. شاهزاده تولدت مبارک، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این صحبت ها غیرعادیه، جانم فدای ایران، پس غزه چی میشه، لبنان چی میشه، محمد آقا چی میشه، ایرانشه، کوروش وطن ماست، ایران پدر، کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست. این صحبت‌های غیرعادی رو جمهوری اسلامی میفهمه که وضع داره خراب میشه. سال بعد چیکار میکنه؟ جلو شما رو میگیره،
میگه نه کسی نر اونجا و تمام جاده رو میبندن. در 120 شهر ایران دوباره تظاهرات بلند میشه. رضا شاه رویت شاد، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، حالا مرگ بر خامنه‌ای دیگه جای خودش رو داره. خیلی اتفاقات میفته و اون انقلاب شروع میکنه به نشون دادن خودش. شما هر انقلابی رو بررسی بکنید، اون فاجعه‌ای که در کشور ما بوده اصلا مسئله انقلاب نبود، دور و برش بره اون انقلاب نبوده، یک فاجعه به کشور ما گذشته و بسیار هم بد بوده. انقلاب یه خصوصیتی داره، یک شناسنومه‌ای داره. همینجوری نمیگن توی کشور انقلاب شده که. باید ببینی که واقعا وقتی کلمه انقلابی به کار میبرین یا ریولوشن یعنی چی؟ یعنی شما منقلب میشی، ریولت میکنی. اون چیزی که جلوی تو هستش، حالا شخص، خانواده است، شهر، کشور، میگه اینا من نمیخوام، اون رو میخوام عوضش کنم، میاد انقلاب میکنه. هیچ کسی که یه خورده شعور انسانی داشته باشه نمیاد اون چیزهای خوب رو خراب بکنه، بگه من میخوام انقلاب بکنم یا ریولت بکنم، بیام این کار انجام بدم. نمیکنه. و اگه کسی متوجه نباشه، حالش نباشه، این کار انجام میده که در اون زمان آمدن شما رو گولتون زدن، تحمیقتون کردن، آخون رو براتون میاریم، آب و برق مجانیه و همه چی رو به راهه. اون انقلاب نیست. انقلاب زمانی انجام میشه که همه چیز در زندگی همه ایران بده. حالا کشور ایران داریم صحبت میکنیم، فقر، فحشا، بیکاری، عدم قانون، یه سری دوز در سر کار هستن، امنیت نیست، یعنی هیچ چی کار نمیکنه. اون زمان یارو میگه آقا من دیگه نمیخوام این کار، میخوام عوض، میاد بیرون، یا میاد انقلاب میکنه، ریورت میکنه، ریولوشن ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که بده میکشه پایین و اون چیزها که دوست داره و بایدم داشته باشه میاره توسط خودش روی صحنه زندگی خودش پیاده میکنه. میگن این کشور انقلاب کرده، چیزهای بد رفته، الان اومدن نگاه کنی کشور رو ساختن، با دنیا رابطه خوب دارن، مردم در امن و امنیت هستن، دولت خوبه، خدمتگزاران خوبن، همه چی خوبه. این اتفاقی در ایران افتاده. ولی زمانی که ما الان داریم صحبت انقلاب میکنیم و میگیم در مقابل پاسارگاد مردم ایران آگاهی پیدا کرده، به خصوص نسل جوان آمده یه کار انقلابی شروع کرده، همون شعاراش انقلابیه. شعار ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، یک شعار انقلابیه. آریان چگونه شعار انقلابیه؟ عزیز من کدوم عرب رو داره صحبتش میکنه؟ محمد آقا رو صحبت میکنه، دین اسلام رو داره صحبت میکنه، کشت و کشتاری که به خصوص در زمانی که فاجعه شده داره در کشورش میبینه. حالا قبلش هم آگهی آب روشن شده که داستان چی بوده، با ضرب شمشیر و کشت و کشتار اومدن به کشور ما حمله کردن، انقلاب کرده محمد آقا هم 100%. ولی اون انقلاب بدی بوده، اون فاجعه ایجاد کرده برای ایران به خصوص. حالا ما بقیه جا رو کار نداریم باش. این فاجعه 43 سال نباید میمون. چرا؟ برای که مردم گیج و واج هستن که آقا چی شد، آب برق ما چرا مجانی نشد، مقام بالا انسانیت چی بود اصلا یارو میگو. ولی به هر صورت بلند شد، یک جهش ایجاد کرد، گفت من هویتم اینه. وقتی میگه ما آریایی هستیم، حالا یه دهی مفسد، یه سه عقب افتاده میگن این نجات پرستیه. یعنی که نجات پرستیه، داره مشخص میکنه، میگه من آریاییم، قوم آریا. چه قومی بودن؟ کشت و کشتار میکردن. کوروش یک آریایی بوده. میگه ما طرفدار گفتار، پندار و کردار و نیک هستیم، ما آدم کش نیستیم، ما زرتشت تو کشورمون داشتیم. چی شده؟ عرب نمیپرستیم. وقتی عرب میگه کدوم عرب رو میگه؟ نمیبینه که امام رضا اونجا داره چه کار میکنه، نمیبینه حضرت معصومش چه کار میکنه، نمیبینه حسن و حسین و تقی نقی چقدر کسافت کاری کردن. خب میگه من این عربا رو نمیپرستم، من خمینی اگر امام سرش مشکیه و سید اولاد پیغمبره، من این قبولش ندارم. حکومت آخوندی فقط ظلم، فقط جنگ داره. میبینه که ما در کشورش مرتب داره ظلم میشه و مرتب جنگ، جنگ عراق بوده و جنگایی که با شما نظر هویتی و نوه زندگی داره پیاده میکنه. خب این کار قشنگ داره انجام میشه، بی برو برگرد. چرا یک عده نمیخواهن که این موقعیتی که هویت یک ملت باید بیاد روی صحنه و مردم رو روشنشون بکنه کمکش نمیکنن؟ چرا نکردن این کار رو؟ ما حداقل این کلیپ هایی که در پاسارگاد ایجاد شد ده ها بار، صد بار پخش کردیم. چرا؟ برای که اون هویتش رو مشخص کرده. و اگر بقیه نکردن، آیا اونا تموم شد رفتن دنبال کارشون؟ اونا هستن. الان چه کسانی تو ایران دارن مبارزه میکنن؟ همون نسل جوونه.
کدوم امت داره انقلاب میکنه؟ پاستور بسیجی داره انقلاب میکنه، آخوندا دارن انقلاب میکنه. اونا که فاجعه اینجا کردن، گفتن انقلاب اسلامی بوده. این ایرانیان، این کارا که داره انجام میشه در زمانهای مختلف، اعتراض میکنه، تظاهرات میکنه، شعار نویسی میکنه، اینا خودش کارهایی که دنباله انقلابیه که شروع کرده و داره شرک بهش میده. مگه میشه مثلا امروز یه کشور تصمیم بگیره انقلاب بشه و اون کودتاست؟ نه، انقلاب باید مسیر خودش رو طی بکنه، پله پله بره جلو. آیا ما واقعا به اون مسیر داریم میریم؟ ما خیلی هم نزدیک به پله آخر داریم میشیم. یا جمهوری اسلامی وقتی انقلاب فاجعه ایجاد میکنه، میگه انقلابه، با سینما رکس آبادان در 28 مرداد این کار انجام میده، میگه ساواک این کار کرد، گردن دولت پادشاهی میندازن و این فاجعه رو طور بزرگش میکنن، خط میگیرند و هفت میگیرند و چله میگیرند و کسافتکاری میکنن. در ایران هم مردم دارن پله پله انقلابشون رو به جلو میبرن. روشن شده داره با نظام مخالفت میکنه، اسلامو گذاشته کنار. اگر معیارا یه عده متعصب هستن که اونا همون کسانی بودن که این فاجعه در کشور ایجاد کردن، اونا هم دارن روشن میشن. امامزاده ها خلوت میشه، مردم به اون صورت دیگه مکه نمیرن اگرم کسی بخواد بره. حالا اخیرا من کلیپ هست نمیخوام براتون پخش بکنم، 7-8 دقیقه است، جمهوری اسلامی داره پول میده که زائرینی برای مکه میخوان برن اونجا. یارو سوال میکنم یا آقا حاجی کسی میشه باید واجب الحج باشه، یعنی خودش بعضش اینقدر خوب باشه که باشه بره اونجا که دوربر اون سنگ بگرده و سنگ به شیطون بزنه. اینه که اون فهمیده که جمهوری اسلامی اسلام هم خرابش کرده. اسلام اگر خراب بوده یه مقداری اجازه نمیداده خرابکاری بکنه در زمان شاهنشاه یا رضاشاه. اینا خرابش کردن و اون به من به خصوص اجازه میده که بیام بگم نازنین، تنها مشکلی که ما داریم در کشورمون چون فاجعه ایجاد شد اون اسلامه. و ثابت هم میکنیم با تو، نمیتونی بحث بکنی، برای که واقعیت داریم به گفته میشه. اگه قرار بود واقعیت نباشه، همین جمهوری اسلامی خیلی کار رو انجام میداد. نمیتونه، خودشون هم فهمیدن خرابکاری کردن، مردم هم بیدار شدن. آیا واقعا اون باور اسلامی که مردم در زمان شاهنشاه یامه داشتن یه اسلامی بود به صورت کاری نداشت، یه خود نیمچه تمیزی بود، الان اونجوریه؟ نه، اونجوری نیست. وست تغییر پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی انقلاب شده، انقلاب مسیرش داره طی میکنه. و ما همیشه گفتیم نازنینان باید در صحنه باشید، ما خشونت نمی کنیم. اینا خشونت کردن، فاجعه ایجاد کردن، کشت و کشتار کردن، میدان ژاله، سران ارتش ما را از بین بردن، خیلی خرابکاری های. ما توی این مسیر نیستیم، ما فقط اومدیم میگیم ما کشور مال ماست، ما میخوایم قشنگ زندگی بکنیم، شما زندگی ما رو خراب کردید، میخوایم بکشیم به پایین. نمیکشیم، نمیای به پایین، میاریمت پایین. چگونه؟ خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. نمونهش میریم در پاسارگاد اعلام هویت میکنیم، نمیذاره سال بعد میام در 120 شهر ایران اعلام میکنیم که رضا شاه روحت شاد و خصوبت خمینی میشه. چی میگی؟ میگه گور سوخته. در لندن تظاهرات اونجا کلیپ صدای خمینی رو پخش میکنن که میگه که من دولت تعیین میکنم، یه ده زیادم جواب میدن، شما غلط زیادی میکنید یا فلان میخورید. خب این تغییراتی که پیدا شده، آیا جمهوری اسلامی فکر میکرد به خیال خودش انقلاب کرده بعد از این همه سال مغشویی یا غارت اموال مملکت این نتیجهش باشه؟ فهمیدن چه گافی زدن، ولی دیر شده براشون دیگه. امکان نداره جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده با این وضع، نمیتونه. محالات روزگاره، ولی آخون پر روه، آخون خورده و چریده، مفت و مسلم کشور در اختیارش بوده، هر کاری خواسته کرده. ولی الان براش مشکلی که قبول بکنه یک سد جلوش درست شده با اون سد هویتی مردم ایرانه. مصر زمان محمد آقا وقتی بهش حمله کردن، اونا که عرب نبودن، زبونش از دست داد. غیر از اینه، برای ایران درست عرب، کلمات عربی توی زبان ما پر شده، ولی ایرانی ایرانی مونده. ما نژاد آریا هستیم، ما طرفدار گفتار پیدار کردانی هستیم و برتری نژادی اصلا تو مسیر یک آریایی نمیتونه باشه. کوروش بزرگ وقتی میره کشورها رو تسخیر میکنه به خاطر فرمان روان بعدی که داره، بهشون اجازه میده به هر طریقی دوست دارین زندگی کنین، هر جوری میخواین عبادت بکنید. اون نژاد پرستی نمیتونه باشه، بگه ما آریایی هستیم اینا رو همه رو بکشین. نه، اونجوری نبوده. ولی این بی پدر مادر وقتی اومدن چیکار کردن؟ سران ارتش ما رو گفتن مفسد فعل ارض. اونا مگه ایرانی نبودن؟ مگه اونا به کشورشون خدمت نمی کردن؟ ولی کار کردن.
ولی الان ما اهل کشت و کشتار نیستیم. من امیدوارم بعد از پایان جمهوری اسلامی مسئله اعدام از بین بره، ولی زمانی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه درصدی در سطح بالا اونها باید بها پرداخت بکنن. باغ وحش اسلامی یکیشه، زندان یکیشه، است دادگاه وکیلن بگیره بیاد اونجا پاسخ بده که چرا این کسافتکاری در این کشور کردی. بقیه شون اگه گناهی نکردن یا پاسدار بسیجیه میاد در کنار مردم میگه من نبودم، بر صورت من کار میخواستم به من کار دادم. اگه زمان شاهنشاه می بود من اونجا ارتش خدمت میکردم، نبوده اینا فاجعه ایجاد کردن، یا ما نبودیم اصلا در اون زمان، من اومدم به ما پاسداش، ولی من کسی رو نکشتم. کار شما تشریف این طرف ما بشین، سرباز بشین، نمیدونم ارتشی بشین، پلیس بشین، برین توی ارتش خدمت بکنید. اینه که ما داریم به یک مسیر انقلابی که داره شور پیدا میکنه و سرعت پیدا میکنه داریم بره به جلو میریم. آیا اگه میخواین درک نکنید که این داستان انقلابه، خب نکنید. اگه فکر میکنید فاجعه، بازم باید ادامه پیدا بکنه، آخوندها بمونند و رئیسی هم 4 سالش تمام بشه و دوباره بیاد بشه 8 سال، این کاری که 43 سال شما کردید و چیزی نگاه کردید. نه، وضع ایران بسیار بسیار بحرانیه، همه میدانیم. به خصوص زمانی که رضا شاه دوم شاهزاده عزیز ما میآید و نگاه میکنه به ایران، 43 سال با مردم در ارتباط، خیلی بیش از من و شما میدانه که جو سیاسی و اقتصادی و همه چیز ایران چیست، جو خاورمیانه چیست و جو جهان چیست. صحبت میکنه، بر صورت مطرح میکنه، ولی یک زمان به نقطه‌ای میرسه که الان موقعیت بی‌نهایت بحرانی است. منی که به عنوان فرزند پادشاه ایران هستم و قانونا پادشاه ایران هستم، من یک وظیفه دارم. اون وظیفه است که خواستای مردم رو پاسخ بهش بدم. وقتی میای سپاسگزاری میکنه از این محبتی که شما به ایشون و خانواده‌شون میکنی، در واقع میدونه که شما درک کردید که اشتباه شده در سال 57 رضا شاه خدمت میکرده به کشور، شاهنشاه یامه به همین دره شهبانوی عزیز، و ایشون هم ترند شده، رشد پیدا کرده که پادشاه مملکتش باشه. در بیرون داره زندگی میکنه ولی قلبش در داخل ایرانه، قلبش با قلب جوانان ایران داره کار میکنه، و این پیام وقتی میاد این گونه عکس العمل نشون داده میشه. در ایران انرژی پیدا میکنن، ما که سرباز هستیم وقتی میبینیم که رضا شاه دوم داره به این طریق خط و نشون میکشه با ارتشیا، با آخوندها، با ایرانیان، حتی در درون مرز، حتی ایرانی برون مرز، خواننده است، هنرمند، بیزینسمن، هر کاری میکنه، این یک مقدار نشون میده که انقلاب شکل گرفته در سال 2016 یا 6 سال پیش و الان داره مسیر قشنگی رو داره طی میکنه، اتحاد داره انجام میشه و نابودی جمهوری اسلامی داره شکل میگیره. حالا اگر باز یه ده قبول ندارید و از عادی خواهد شد، آرام میشن، به هر صورت این طرز تفکر شماست. سازمان انرژی اتمی آمد، جلسه ای رو گذاشتن، 30 کشور قبول کردن که جمهوری اسلامی داره بد کار میکنه، روسیه و چین اومدن گفتن نه و چوبلا چرخ گذاشتن که جمهوری اسلامی ازش میخوان که بیاید با آژانس همکاری بکنه. خب این ضربه مهلکش بهش. آقای بایدن نتونست برجام رو زنده بکنه، چون تصورشون بر این بود که بله دوباره مردم سر و صدایی نمی کنند و حالا ظریف رفته کسی دیگر میاد و دوباره یه پولی به اینا میدهند و جمهوری اسلامی میمانند و دموکرات هم خوشحالن که پاپتشون داره اونجا کار میکنه. قضیه دیگه به اون صورت نمیتونه باشه، نمیتونه. از همه مهمتر، از همه مهمتر وقتی ما به انقلاب داریم نگاه میکنیم، خب الان کجای ایران قشنگ کار میکنه که شما فکر میکنید نباید انقلاب بشه؟ مردم فقر در سطح بسیار بالا قرار گرفته، بهداشت اصلا دیگه مطرح نه، فضای آلوده، دزدان که غارت دارن میکنن، حتی میرن توی بانک ذخیره که مردم تو اون صندوق خودشون گذاشتن اونا رو غارت میکنن. اینا چه اتفاقی داره میفته؟ قطار از خط خارج میشه، هواپیمای اوکراین رو میزنن، دزدیا که دیگه جای خود داره، رئیس جمهور روحانی برادرش دزد توی زندان میبرن، همشون دزدن. آیا واقعا نباید ریولت کرد، یعنی انقلاب کرد یا اومد به صحنه؟ خب این کاری که در ایران داره انجام میشه، برای چی معلمین اومدن اعتراض میکنن؟ میگه حق منو بدی، من حقوقم کافی، من معیشت زندگیم به هم خورده. خب میتونه متوقف بکنه؟ 50 معلم هستن، سر به میلیون میزنه.
کشاورز اومده راضی به رودخانه کارون گلوله ساشمه ای بستدن، دانشجو اومده از بالای دانشگاه بالا پرتش کردن پایین، تظاهرات اومده ندای عزیزم رو گلوش پاره کردن، وبلاگ نویس یه صحبتی کرده ستار بهشتی تو زندان کشتنش. خب اینها نتیجه که مردم بلند شدن انقلاب میکنن. وقتی میگیم انقلاب، چه کسی که یه خود شعور داشته باشه فکر میکنه همه چی بد میشه؟ چون همه چیز بد هست داره انقلاب میشه. اگر خوب بود که کسی نمیکرد در زمان شاهنشاه، شما بگید کجا بد بود که شما به قول جمهوری اسلامی یا آخونده انقلاب کردید و درستش کردید؟ چی رو شما درست کردید؟ کجا بد بود که درست؟ ممکنه بگید؟ بگید اقتصادتون هر چی رو فکر کنید خوب بوده. امکان نداره بگید اونجا 100% باید پرفکت باشه. نمیشه، هیچ کجای دنیا به این صورت نیست. مثال ساده میزنیم، اگه چکه سقف خونه شما یه چکه آب بارون داره میاد، بولدوزر میاری خونه رو منفجر میکنی یا میری سقف رو درست میکنی؟ شما دقیقاً این اشتباه رو مجبورتون کردن که بکنید. خب کشور داره فعال میشه، داره رشد میکنه، داره خود در جامعه به ملل نشون داره میده، رشد اقتصادی بالا داره، مردم دارن زندگیشون بی‌نهایت مرفه داره میشه. خب اون زمان نبود این فاش شده به صورت کارشم نمیشه کرد. ولی الان چه کسی میتونه بگه ما انقلاب لازم نداریم؟ آقا بدتر میشه. مسلم وقتی میگین انقلاب یعنی شما ریولت میکنی یک چیزی که وجود داره ورش دارید یه چیز دیگری بیارید. کی میتونه بگه بدتر؟ کجاش بدتر میشه؟ یعنی مردم الان اصلا هیچ مشکلی ندارن، دنیا با جمهوری اسلامی مشکلی نداره، کشور امن و امانه، اقتصاد شکوفاست، مردم امنیت، قانون سر جاش هست، دوز هیچ کس نیست، همه چی پرفکته؟ نه، اونجوری نیست. پس الان زمان انقلابه. انقلاب لازم نیست با کشت و کشتار و خون ریزی از این صحبت ها باشه. کی همچین صحبتی کرده؟ میتونه انقلابی باشه آریایی؟ یعنی چی؟ بیا در صحنه کشورت رو پس بگیر. مردم مصر یک انقلاب کشت و کشتاری نکردن، یه انقلاب تمیز کردن، آمدن اونجا آقایون بد داره کار میکنه، ما تجربه بعدی با فاجعه در ایران نمیتونیم اجازه بدیم، اردنش پایین، کشت و کشتار کردن، آقا رفت تو دادگاه به درک واسه شد و اقبال مستعین ممنوع به فعالیت شد و مسیرش داره طی میکنه. ما نمیخوام کسی در ایران فکر بکنه ما میگیم انقلاب دوباره این کارهایی که جمهوری اسلامی کرد، اون فاجعه بوده، کشت و کشتار میکرده. یعنی چه انقلاب بشه دوباره بد میشه و سوریه ما میشیم؟ ما میخوام با سادگی با اتحادی که برقرار میکنیم بیام کشورمون در دست این کسانی که به نام انقلاب کلا سر ما گذاشتن بکشیم پایین، بگین اون انقلاب نبوده، فاجعه بوده، ما انقلاب کردیم، بیا پایین. نمیای پایین، خودت بیا پایین. اگه نیای میکشیمت پایین. تلویزیون هم استفاده نمی کنیم 50-100 تا جنازه نشون بدیم، میندازیم تو الفتونی اونجا تو دادگاه قانون برات هست، یا گوشه زندان میمیره یا باغ وحش اسلامی درست میکنیم، سهران تو میشینیم اونجا، از کنارش هم پول در میاریم. چه اشکالی داره؟ دنیا هم نشون میده در ایران انقلاب شده، رولوشن شده، واقعا هم نیاز بوده، همه دنیا میدونه در ایران باید یک دگرگونی انجام بشه. اینا کشت و کشتار نکردن، تازه وقتی انقلاب شده تمام دارن بر میگردن داخل ایران. خب داره نگاه میکنه 7-8 میلیون از ایران اومدن بیرون. خب اگه اون انقلاب بوده برای چی اینا رفتن بیرون؟ پس انقلاب نبوده. در داخل اون چرا این همه نارضایتی هست؟ چرا این همه عصبانی هستن مردم؟ چرا همه مشکل دارن؟ خب نگاه میکنه دنیا میگه بعد نگاه کنید ایرانیان برگشتن به اون شخصیتی که واقعا خودشون داشتن یا حداقل شاهنشاهشون داشته به ما نشون میداده که اینا ملت فرهیخته هستن، در مقابل پاسارگاد اومده کوروش آسوده بخواب، ما بیداریم، اینا بیدار شدن الان. این میگن انقلاب. انقلاب کشت و کشتار نباید بکنه، خونه کسی رو مصادره نمیکنی، بیزینس کسی مصادره نمیکنی، مملکت با آتش نمی، این کاری که اینا کردن و 43 سال این کار ادامه داده. اون انقلاب این فاجعه برای یه سری دوست، یک سری بیشرف بیناموس، یه سری مسلمان محمد آقا آمدن کشور ما رو داغون کردن. نگاه کنید ببینید کجا ایران سرپاش است. اگر یه گوشی هم سرپاش است به خاطر خدمات رضا شاه و شاهنشاه آریامهره، تموم شد رفت. بنابراین ایران باید انقلاب بکنه، انقلاب بدون خشونت. اگه خواست خشونت بکنه ما چی میگیم؟ میگه آقا خشونت بکن، تو 43 سال داری خشونت میگی، جلو تو میگیرم. یه دونه دست رو شما در آورد 10 تا میزنید تو صورتش، میگه اینم تلافی نمیدم چند سالی که من سکوت میکردم. این باید این انرژی پیدا بشه. انرژی رو ما داریم در سطح یک تلویزیون داریم پیاده میکنیم، قانونی هم هست،
ما به شما نمیگیم کشته کشتار کنید، بلند شو کشورتو پس بگیر، اگر خواست تو رو بزنه بلند شو از خودت دفاع کن، حقوق بشر توئه، کجای ممکن اشکال داشته باشه؟ ولی نمیکنن بقیه. چرا اون بقیه یا با نظام دارن کار میکنن یا اینکه موندگاری نظام برای اونها خوبه، برای ما خوب نیست، برای ایرانیان خوب نیست. ما چه نفعی میتونیم داشته باشیم از موندگاری جمهوری اسلامی؟ ما اومدیم بر ضدش داریم فعالیت میکنیم. چرا این رسانه اومده واقعا با قدرت با همیان ارتباط برقرار کرده و داره کار قشنگی انجام میده و مردم پذیراش شدن؟ چرا بقیه را قبولشون نمیکنن؟ چرا میگن اینا فلانن، شالاتانن، دروغ میگن یا کاسبن؟ ما باید یه مقداری اون وظیفه ملی یعنی خودمون انجام بدیم، در واقع تحریک میکنیم. تحریک ما بی خودی، هم مملکت امن و امونه، ما میخوایم ناامن بشه، همچی کار ما داریم میکنیم؟ ما در واقع داریم مردم رو به هیجان انقلابی میاریم. بلند شه چیکار کنه؟ بیاد کشورشو پس بگیره، خودش کشور خودشو اداره بکنه. این نسل جوان میتونه کشور رو به زیبایی اداره بکنه. صحبتی که رضا شاه دوم شاهزاده عظیم کن چی داره میگه؟ میگه ما اصلا کم بوده تالنت نداریم، ایرانیان در درون ایران در بیرون خیلی راحت میتونن کشور رو به جلو ببرن. من دغدغه خاطری برای بعد از جمهوری اسلامی ندارم، ولی باید جمهوری اسلامی رو اوردش پایین. چه راه حلی به ما نشون میده؟ چی میگه؟ این شخصیتی که تمام وجودش عشق به کشور است، همانند پدرش محمد رضا شاه، رضا شاه بزرگ یا شعبانو عظیم، چی داره میگه؟ میگه این کارا رو انجام بدین. یکی از این کارهای مهمی که نیاز به انجام بشه در بیرون از ایران هست، در داخل کارتون انجام بدین، خودتون میدونید با چی کار کنید. باید نظام بریم پایین. در بیرون 8 میلیون ایرانی داره زندگی میکنه، 8 میلیون، درسته؟ اومدن اینجا خواسته ناخواسته، جا افتادن، به هر صورت زبان یاد گرفتن، بچه‌هاشون بزرگ شده، اگه مثلا 40 سال پیش اومده الان دخترش یا نمیدونم پسر 40 ساله است، ما کار نداریم. ولی الان ما یه وظیفه‌ای داریم برای که انقلاب آریایی کشور ما به نتیجه برسه. در داخل کارش انجام خواهد داد، من شکی ندارم، براندازی جمهوری اسلامی در داخل هم، ولی ما میتونیم نقشه داشته. اون نقشه در طول 43 سال گذشته ما انجام ندادیم. چرا انجام دادیم؟ تظاهرات کردیم در جاهای مختلف، همین الان هم در مقابل سفارت اشغالی ما در لندن تظاهرات بوده، پخش میکنم براتون. ولی ما یه وظیفه داریم که دنیا رو روشن کنیم. در سال 57 کلا سر کشور ما گذاشتید، آقای کاردر، آقای جیسکاردستان، آقای جیمز کالهان، شما اشتباه کردید، نتیجهش رو خودت هم دارید میبینید. چه کار این کار بود؟ ما با چی کار کنیم؟ یکی از صحبتهایی که اعلیحضرت شاهزاده میکنه میگه که شما اطلاع رسانی کنید. همه شما در کشورهای مختلف زبانهای اونجا رو یاد گرفته کم و بیش، یا حداقل در حدی هست اینکه یک کامیونیکیشن ساده داشته باشه. من امریکا رو مثال میزنم، اغلبتون انگلیسی میدونید، اگرم خوب نیست شما لازم نیست پرفکت صحبت بکنید. من دارم آماده میکنم سیاوشان اون لیست من میده براتون میخونم. میشه این کار کرد، ولی ننشین نگاه کنید. نگاه کنید اون یعنی کاری که 43 سال انجام شده. خواستم ما بیایم ارتباط برقرار بکنیم با مس مدیا یا دولت هایی که میتونیم اثر گذار. مثال میگم، شما ریپابلیکن یا دموکراتید، کنگره امریکا رای میدید، حالا میدونید که مثلا تد کروز ریپابلیکن یا اکس وای زی دموکراته، فرق نمیکنه. من سراغ دموکرات‌ها به احتمال زیاد میگم نریم، چون اونا آقای کارتر، آقای اوباما، آقای بایدنش، اینا با جمهوری اسلامی میخوان نگرشون دارن. ریپابلیکن‌ها به خصوص بر میتونن کمک بکنن. باشون صحبت، این کلیپ‌هایی که میاد از ایران، صحبتی که هست شما فارسی ما همه پخش میکنیم براتون، ما میدونیم چی میگن، شما میدونید. ولی اگر یک امریکایی اینو نگاه کنه میگه اینا چی میگن، نمیدونه، اصلا میبردش فوراً. ولی اگه زیرنویس انگلیسی داشته باشه، مثلا در امریکا میگیم در فرانسه زیرنویس فرانسوی داره، در آلمان زیرنویس آلمانی داره، در ژاپن زیرنویس ژاپنی داره، وقتی این پخش بشه، حالا میگیم تلویزیون ایرانی نگاه نمیکنه، برای نگاه نمیکنه، ولی وقتی شما اومدین کلیپ رو فرستادین، مثال میگم فرستادین برای وزارت امور خارجه امریکا، استیت دیپارتمنت، یا برای کاخ سفید، یا برای کنگره، یا برای سناتوری که شما باش ارتباط دارین یا رأی دادین، یا حتی اگه ارتباط هم ندارید میدونید که این کسان کیا هستن. خب اگه ما این کارم انجام ندیم، آیا ما واقعا لیاقتمون که جمهوری اسلامی بالا سر ما بمونه؟ در سطح دنیا شما فکر کنید 8 میلیون، 1 میلیون خوردهشون در امریکا هستن. کاخ سفید در نظر بگیرید، مثلا ظرف 1 ماه کاخ سفید 100 هزار نامه، یه نامه خیلی معمولی فارسی هم باشه اشکال نداره، رفته اونجا میگه این جمهوری اسلامی رو ما نمیخوایم، رضا شاه دوم، ما داریم در ایران فریاد میزنیم، رضا شاه، روح شاه، شاهزاده، کجای به داد ما برسی، اینا رو میفرستین اونجا.
فکر نمی کنم آقای بایدن میشینه با مشاور ایران چی هم 100 هزار تا برای کنگره امریکا. خب اونجا دارن میخونن، مترجم دارن، یا وزارت امور خارجه یا رسانه هاشون. من فاکس نیوز آماده کردم بهتون میدم، چه اشکالی داره وقتی سر ساعت اینا که خودشون پخش نمیکنن، برای کسی نمیگه بهشون، چرا بگه؟ دارم اخبارهای دیگر رو به الان امروز دارن اخباری دارم میدم، ششم ژانویه که مردم ریختن یه دیت رفتن توی کنگره امریکا، دوباره ریپابلیک دموکرات ها شروع کردن، آقای ترامپ رو دوبار ایمپیچ کردن، حالا دوباره میخوان یه کاری بکنن، بلکه در سال 2024 ایشون خودش کاندید نتونه. خیلی کسافت کاری ها دارن میکنن این دموکرات ها، کار نداریم، اخبار خودشونه، ولی ما میتونیم زمانی که همین در ایران بلند شده، داره انقلاب میکنه، تظاهر میکنه، تظاهرات میکنه، حال دانشجوی کشاورز معلمه، این در سطح دنیا میتونه یک قدرت بالایی پیدا بکنه اگه ما کمک بکنیم. با کردیم این کار رو، خیلی ساده است، هر نفر نگید آقا یک دیگه این کار با آقای آریان این کار میکنه، سیاوش، پس شماها چی؟ همه ما، وقتی هم نمیگذره واقعا یه تلفن که من تلفن رو هم براتون میذارم، امریکا ما داریم میگیم، در فرانسه امیدوارم این کار بکنید، در ژاپن این کار بکنید، در سوئد، نو هر کجا که از استرالیا، نیوزلند، انگلستان، هر کجا، چرا که نه؟ این یه کار انقلابیه، یک مرتبه در دنیا میرن 8 میلیون ایرانی اکتیو شده، فعال شده، داره ایمیل میفرسه، داره تلفن میکنه، داره نامه مینویسه، داره کلیپ آماده میکنه، کلیپایی که از داخل ایران میاد، حتی کلیپایی که خودتون در بیرون تظاهرات دارید میکنید در مقابل سفارت انگلیس، داره تظاهراته، خب اینو زیرنویس انگلیسی هم بزنید، به انگلیسی صحبت بکنید، فرانسوی در فرانسه صحبت کن، در آلمان آلمانی صحبت بکن، خب ببینه که دنیا ما داریم اعتراض میکنید، نه تنها به جمهوری اسلامی، با دولت هایی که دارن با اینا کار میکنن، دولت فقیم انگلستان با اینا کار میکنه، فرانسه کار میکنه، نمیدونم ایتالیا، همشون دارن کار میکنن، آقای بایدن هم داره، آقای اوباما هم داشت با کار میکرد. خب نکردین شخصی برای یه اتفاقی بیفته، خب چگونه اون اتفاق میخوام بیفته؟ چگونه؟ خود به خود؟ من این خودکار رو دارم مثال میذارم همیشه، این خودکار اگه اینجا باشه من دست بهش نذارم حرکت میکنه، 100 سال دیگه مگه یه زلزله نشه این ساختمون اینجا باشه، این خودکاره همینجاست، برای که زلزله اومد این خودکار یهو میاد اونجا. خب شما این حرکت رو باید انجام بدی، نهنشین این اتفاق بر نمیفته، اون اتفاق در ایران داره اتفاق میفته. چگونه اتفاق داره میفته؟ در پاسارگاد این اتفاق افتاد، این 800 هزار نفر که تو خونهشون مینشستن نمیرفتن در مقابل پاسارگاد، در مقابل آرامگاه کوروش، این کلیپ ها رو ما داشتیم پخش کنیم براتون؟ نه، همین الانی که در تبریز تظاهرات هست، در تهران و کرج و مشهد و شیراز و اصفهان، شما اگه نیان این کلیپ ها هست که ما پخش کنیم براتون؟ نه. پس بنابراین باید حرکت کرد، حرف زدن که کارو تموم نمیکنه. خب ما داریم مجبوریم اینجا با شما حرف بزنیم، آیا واقعا فقط هم ما حرکت نمی کنی؟ حرکت ما چیه؟ چی داریم میگیم؟ میگیم همین 100 هزار نفر مجلس در اختیارده، یعنی داریم خط بد میدیم، 100 هزار نفر مجلس در اختیارده، بیایم بیرون پاسگاه رو میگیری، کسی رو نمیکشید اونجا، اون کشور مال تو، اینا رو میگیری بازداشت میکنی. وقتی میگیم باغ وحش اسلامی یعنی چی؟ خب داریم خط میدیم، نمیشه باغ وحش اسلامی درست کرد؟ باید اون حیوانای بیگناه با تو باغ وحشا باشن، شو به اینجا پول بدی نگاه کنین، آه این شیر، این ببر، این پلنگ، این فلانه. خب اینا که اونا که اصلا کاری به کسی ندارن، این بی پدر مادر پدر شما رو در آوردن، کشورتو نابود کردن، جوانتو به دار زدن، زندگیتو از بین بردن، خب باغ وحش اسلامی خودش خطه، نمیشه انکار کرد. شما فکر کنین جمهوری اسلامی رو اردینش پایین، بعد از دو ما باغ وحش اسلامی بازش کردیم، پر هر کجا خواستی، نمیشه انکار کرد. زندان ها رو همه رو باز میکنی میاری بیرون، خب این خطه. مگه در سال 50 این کارو نکردن؟ تمام این جنایتکارا رو آوردنشون بیرون؟ خامنه‌ای مگه نبود تو زندان؟ مگه رفسنجانی نبوده؟ مگه مسعود رجوی کثافت نبوده؟ خیلی هاشون، یا ما منتظری پس همشون تروریست ها اومدن بیرون، در رأس قدرت قرار گرفتن. خب ما داریم هر صحبت که میکنیم خط قرمز رو گذشتیم ازش، داریم خط هم به شما میدیم، خط بعدی بهتون نمیدیم، نمیگیم آقا جون شما برین سبز باشین، محمد خاتمی اومده صحبت گفتگوی تمدن ها، حالی خود آروم باشید، روحانی اومده کلید چوبی دست گرفته خوب میشه، آه اشکا یه خوده، ما این صحبت ها رو با شما نمیکنیم، برای که ما شما هستیم، ما در ایران در اینجا زندگی میکنیم، برای ما جزو ایرانیم. من این تلویزیون مثال میزنم برای شما، باور کنید در استودیو وارد بشین شما ایران اومدید، تصاویر رضا شاه، شاهنشاه، شعبانو، لوحه نمیدونم کوروش که روی میز هست شما دارین نگاه میکنید، پاسارگاد درش هست، اصلا همه چیز ایرانه، برای که ما ایرانی هستیم، میخوام ایرانمون نجات بدیم و بعد بگیم این ایران کوچولو رو جمعش بکنیم بریم توی ایران، یه ایران کوچولو به ما بدن به نام ایران آریایی، در جامعه جمع اونجا آرشیو به مردم نشون بدیم.
خب این خط دادنه، چه کسی با شما نکرده این کار رو، هی اومدین رفتین تبلیغ کنسرت کردن، سر کارتون گذاشتن، طلابتون فروختن، سکه بهتون فروختن، این اومده اون اومده، هنرمند آوردن سر کارمون گذاشتن. چرا اینجوریه؟ ما همه باید در خودمون یه انقلاب در خودمون ایجاد بکنیم. من یه آدم انقلابیم. آخه من کارم تلویزیون نبوده عزیزم. من کجا کار تلویزیونی کرده بودم؟ آیا بعد اداره کردم؟ آریان خیلی هم قشنگ یه آدم میگه نه فلان بوده. اونی که میگه نه بره خود فکر کنه، اگه خودش میتونه بره باز بکنه به ما نشون بده آقا اونجوری بهتره. نه اونجوری نیست. ما تمامم باید انقلابی بشیم. انقلابی درست حسابی، اون انقلاب در کشور نبوده، فاجعه بودی در کشورمون. و اگه نبوده آقا نشستی نگاه کردی و شما نمیتونی انقلابی باشی. من باور کنم دو روز سه روز چند ساعت وقت صرف کردم، رفتم این شماره تلفن ها پیدا کردم، سیاوش جان اون فولدر من بدادم، اگه ممکن من بدین اینو آماده. سیاوش جانم دو سه روز زحمت میکشه آماده میکنه روی صفحه تلویزیون براتون میذاریم. بنابراین وقتی شاهزاده رضا شاه دوم اومده خواهشی از مردم کرده، ما باید اجرا بکنیم. میگه این کارو بکنید. خب ما این کارو نکنیم. من فکر نمی‌کنم تلویزیون‌ها دیگه این کارو فکر نمی‌کنم. امکان نداره. میرن دوباره کار خودشون. جنس فروختن و برنامه داشتن رو نمی‌دونم سر کار گذاری. ولی ما این وظیفه‌مون داریم تا اونجا که بتونیم. امکانم کمه. کسی رو نداریم. واقعا سیاوش ناظرین این همه کار سرش است. الان باید بشینه اینا رو تایپ بکنه، رو صفحه آماده بکنه. من خواهش خواهم کرد برنامه‌سازان توی برنامه‌شون این مرتب بر دو هفته پخش بشه. شما بدانه که اگر رضا شاه دوم شاهزاده عزیز ما اومدی صحبتی کرده که مردم انجام بدن، ما خودمون این 12 شاید تو این تلویزیون داریم این کارا رو انجام میدیم. ولی الان چه بهتره که وقتی اینجور مطرح شده بقیه هم یاد بگیرن بیان این کارو بکنن. کمک کنید خودتون که کشورمون نجات بدیم. زحمتی نداره، هزینه رو تلویزیون داره پرداخت میکنه. چگونه داره پرداخت؟ با شما که داره هزینه پرداخت میکنید. این تلویزیون چگونه 12 سال داره کار فعالیت میکنه؟ کی کمک داره میکنه؟ شماها. شما انقلابی دارین رفتار میکنید. این انقلابی بودن شماست. شک نکنین. بارو نمیدونم فلان یا ایکس وای زد، من اسم بخوام بیارم نمیتونم همه رو بگم. و هم داری 20 دلار تو پاکت میفرستی، بانو مهتاب 20 دلار فرسته برای تلویزیون، میگه تولد سیاوش جان بوده، یه دسته گل براش بگی بفرست. خب قشنگ این کارش. چک شما مهتاب جان اومد 20 دلار فرسته. اینا کارهای انقلابیه. رسانه ایران آریه رو شما 11 سال نگرش داشتین، بی برو برگرد یه کار انقلابی شما انجام دادید. کدام رسانه میتونه بگه من 11 سال اومدم آگهی پخش نکردم، ساعت نفروختم و در ایران بالاترین بیننده رو پیدا کردم؟ این کار انقلابیه که داره انجام میشه. خط قرمز نداره. کاری که داره انجام میشه کارهای عجیب و غریبیه. وقتی محمد آقا رو شما میزنین کار انقلابی نیست؟ یه دومت ممکن یه آقا این کار دیوانگیه رفتین سراغ. نه عزیزان من، باید همین روشنش کرد. فاجعه که بر سر کشور ما گذشته به خاطر همون دین اسلامشه. اگه میخواد داشته باشه من مشکلی باش ندارم، بره توی خونه خودش، نه اینکه بیاد کسافت کاری تو مملکت بشه، کشور بشه جمهوری اسلامی، پرچم شیر خورشید ما رو بعد در سیکای اندیروش بگذارن، ما این کشور اسلامی. آقا جون با اعتقادات مردم کنم من باش کار دارم، چون اون با ما کار داره. ما اگه جمهوری اسلامی با ما کاری نداشت کشور شده و جمهوری، خیلی هم بهتر از شاهنشاه اداره میکرد. اصلا کشور ما دروازه‌های تمدن بزرگ 11 سال چیه 11 ماه ما رو میبود، اصلا بحثی نمیکردیم، اصلا تو ایران زندگی میکردیم. داستان چیز دیگری است. پد بیاید یه مقداری احساس بدی نکنی اگه انقلابی نبودی، ولی الان بشید. الان وقتشه. یک جهشی میشه ایجاد کرد در رسانه ها 100%. در سطح اروپا خب یه دب نازنینان در سوئد دارن، اتریش این طرف اون طرف، در انگلستان دارین. باید قدرتش بیشتر بکنید. یه خود خودتون تکون بدید، کمربند رو ببند، پاشنه کفش رو بکش، بگو من انقلابیم. انقلابی چیز سختی نمیتونه باشه. سیاوش جان یه آدم انقلابیه، 2 سال خورده اومده اون داره انقلاب میکنه. میگه آریان باید بجنگی. معناز یه نازنینا که دارن صحبت میکنن، هر کس هم انقلابی نبودی آقا برو بیرون، شما انقلابی نیستی، شما رو سر کار داری میذاری. شما اون کسی که انقلابیه داری اذیتش میخوای بکنه، بهش میگی نمیدونم لات. نه اونجوری نیست. ما یه سری انقلابی در این رسانه و تمام شمایی که این تلویزیون رو 11 سال تک تک شما انقلابی هستین. بانو مینوته چندین سال داره مرتب کمک میکنه. بانو مینوته درود بگم اسم دو بعد به نظرم برای که دیروز پیروز اون نامتون رسید. یه بانوی انقلابیه.
تک تک شما این تلویزیون دارین کمک کنه، شما انقلابی هستین. تک تک شما این تلویزیون نگاه میکنید و دوستش دارین، شما انقلابی هستید. بلان گفتی آقا برو این صحبتات چیه، مگه میشه آخوند اسلام فلان شما به اسلام دارین توهین میکنید، برو اونجا بزنیم برای شما با بازارچه آگهی ها برو نگاه کن. نه اونجوری نیست. ما انقلابی وقتی بودیم موفق شدیم. تلویزیون اگر غیر انقلابی بود موفق میشد؟ بله موفق میشد، کلا سر شما بذاره کاری که بقیه کردن. ببین چقدر جیب شما رو خالی کرد. من به همیشه خدمتتون گفتم من باور کن اصلا فکر نمی‌کردم اگه ما درست بریم جلو که رفتیم یه سال دو سال بیشتر طول بکشه. برنامه جلو مردم نشون بده، دروغ نگو، هزینه رو مردم پرداخت بکنن بهشون نشون بده این هزینه برای چیه، دونه دونه اسامی زیر صفحه بنویس، هر کس دفتر مرخص بینه نگاه کنه. خیلی ساده است. هر ماه من نشون میدم روی ورقه کاغذ رنت ما اینقدره، گلکسی 19 اینقدره، هات پد اینقدره، ال تی ان اینقدره، اسپکتروم چقدره، تمام هزینه‌ها یه جمع میشم آخر سال میدم برای تکس اونجا کاراش انجام میده، هر کس میخواد نگاه کنه. برای که ما اومدیم اینجا یه کار انقلابی انجام بدیم، کدام رسانه میده شما میگه آقا درآمد ما چقدره یا چیکار داری میکنیم؟ هیچ کس به شما میگه ما چقدر چه ساعت چند نفر ساعت فروختن چه پولی میگن، آگه چقدر میگیریم اصلا. اون انقلابی نمیتونه اون کار داره میکنه، بیزینس میکنه، ما مشکلی باش نداریم. ولی ما انقلابی تو این رسانه داریم رفتار میکنیم، همین داره انرژی پیدا میکنه. مرتب من دیده میشتم آریان تلویزیون ایران آره مردم بلند کرده. من امیدوارم به این صورت باشه. چرا بقیه بلند نمیکنن؟ خب ما بلند کردیم، برای بلند کردیم، چرا برای بقیه هم این کار بکنن؟ ما زودتر به نتیجه میرسیم. من فکر نمیکردم به 12 سال بکشه مبارزه‌ای که ما میخوام انجام بدیم. حقیقت رو بگو، نترس، بیا به صحنه، مشکل درک کن که چی است و مطرحش بکن. این کارو کردیم. خواهش میکنم اینا براتون چند تاشو میگم. آره ممکنه من جای دیگرم آماده بکنم، مثلا میگم کنگره امریکا رو من رفتم آماده کردم. خب یه چند ساعتی وقت میبره که کنگره امریکا کپیتال هیل بهش میگن، ایمیلش یادداشت کردم، شماره تلفنشون رو، فکسشون رو، آدرسشون رو قشنگ روی صفحه تلویزیون براتون میذاریم. شما وقتی خوب دیدین اون شماره تلفن یادداشت میکنید، ممکنه هر کدومش رو 10 ثانیه هم بگذارید، یه گوشی رو برمی‌دارین فارسی حرف میزنه، مهم نیست، اونجا گوش میکنم، میگن این صحبت گوش میکنم، وظیفه شونه. ایمیلتون رو ایمیل میزنیم بهشون هر جوری که راحت هستین. نمیدونم پست نامه پستیشون کپیتال هیل رو میخواید 200 سی استریت است ای یعنی ساوت ایست با واشنگتن دی سی براشون پست میکنیم. همین وضع انجام یه من کارم انجام دادم. در امریکا 1 میلیون اگه شروع کنه اکتیو بشه، در اروپا 7 میلیون در سرتاسر دنیا، شما فکر نمیکنین که خیلی کارو میشه انجام، ولی ما نکردیم این کار رو. بعدش هم من اینجا فاکس نیوز نوشتم، فاکس نیوز تقریبا بد کار نمیکنه. سازمان ملل هست، یونایتد نیشن، ایمیل هست، آدرس هست، فون هست، فاکس هست، هر چیزی که بخواید. اینا رو خواهش میکنم روش با ما اومدیم و کاخ سفید هم مشخص کردم، وایت هاوس، ایمیل همشون هست، اینا رو تو تفه تلویزیون براتون میگذاریم. خب ما اگه این کار کردیم با شما اصلا هیچ عکس العمل نشون ندید. ما کارمون انجام دادیم. انجام دادن یک کار، فکر کنید در ایران مثلا یه دی اومدن تظاهرات میکنن، بقیه نشستن نگاه میکنن، خب خونسا میکنی شما اون کار رو، خونسا میشه، میگه آقا من اومدم اینا تو خیابون نگاه میکنن، بعدم میذارم میرن، 5 تا موتور سوارم دنبال من میاد، چون اتحاد برقرار نکردیم من میزنه یا خودم در میرم میرم تو خونم. خب این کاری که 43 سال انجام شده، خواهش میکنم این کار آماده میشه، ما میتونیم یک چی بگم، یک پیشرو باشیم. بقیه نگاه کنید، اگه این رسانه دیگه این کارو نمیکنن، بدونی که نمیخوان این وضع عوض بشه، بی برو برگه زحمتی نداره، تمام زیر صفحه های تلویزیون بنویسن میکنن این کارو. مهارات روزگاره، تعدادشون هم زیاده، تعداد زیاده نازنینان، چرا نمیکنن این کارو؟ چرا خوانندگان خود ما صحبتشو کردیم، جناب مرتضی آمد پیام داد، نمیدونم آقای داریوش پیامی دادن که اتحاد برقرار کنید، آقای فرامرز آصف من کلی براتون پخش کردم جنوبی براتون، آقای معین در کنسرت داشتن در شیکاگو، اونجا آمدن راجع به آبادان صحبت کردن، بعدش هم سرود ایران پخش کردن، قشنگه. چرا همشون نمیکنن؟ چرا؟ ها لازم نیست کنسرت داشته اونجا مجبور بشی به خاطر خواهی نبودین از یه کار بکن، همتون بیا یه پیام نمیدونم یه دقیقه بدین، خب ما پخش کنیم براتون، بازش از این آروم بشه؟ خب 43 سال شما آرومش کردید، ولی ایران نمیتونه دیگه بیش از این آروم باشه، داره داغون میشه، دوزگاه شده اونجا، همه چی دارن میگه غارت میکنن میبرن. خب این صندوق امانات مردم رفتن خالی کردن، در اخبار هست که خب یه عده اونجا رفتین دلار خریدین، شمش طلا خریدین، یه طلا و جوارد بردی اونجا گذاشتی، خیال کردی اونجا نه تو ایران هیچ جا سه امن نیست، هیچ کجا
هیچ کجا در داخل ایران امن نیست، برای که جمهوری اسلامی آخوند شیخ مولا نیامده کشور رو امن بکنه. محمد آقا که به کشورم حمله کرده 1400 سال پیش نیامده ایران امن باشه، اومده کشت و کشتار کرده، کرده غارت کرده کشورتون رو، رفتن اونجا زخ پولش با اونجا یک مرتبه اومدن باز کردن، نمیدونم کمرال عمر خودشونن، میدونی چه پولی در آوردن از اون تو. میگه معمولا خب مسلما بانک داره بررسی میکنه، شما باید برین ورقه پر بکنین که چیا توش داشتین. میتونی بگیم، مثال میگم که من 10000 دلار خریدم گشتم اونجا، حالا یه کسی ممکنه 50000 دلار خریده، امکانش بوده 100 درصدم هست، نمیتونه ابراز بکنه. آقا 10000 تا به بالا شما پولشون غیر قانونیه، میگیرن بازداشتن میکنن. اینا به خاطر چی رفتن اونجا؟ سر به بیلیون میزنن اون تو. آدم معمولی من فکر نمیکنم تو بانک میره اونجا شیمه. یه عده پولدارا هستید، یه عده هستین خب از صورت کرایتون گرفته، نمیدونم زمینی فروختین، جمع کردین اونجا، خیالتون راحت باشه. رفتین اونجا همه رو حرفا بردنش. بیش از نمیدونم 167 تا این صندوقا رو بردن. هیچ کجای ایران امنیت نیست، پولتون بکشین بیرون، بکشین پولا رو بیرون، برو یه جای تو خونه، من نمیدونم هر جوری خود میبره اونجا نذار. از کجا معلوم که یه هفته دیگه ببینین بانک خیابون تخت صابوت زدن، میدان نمیدونم فرانجا رو زدن. اینا خود نظامه، نظام دزده، 43 ساله داره میدزده. درآمد مملکت و هر چی بوده خورده و برده. آقای اوباما 150 میلیون داده بهش، 150 میلیارد پول شما رو داده بهش، خورده هفلفو کرده، حالا دریوزگی میکنن که بلکه اون چیه چیزی هم که تشمیل دوباره بگیره. نذارید نازنینان، خواهش میکنم یه مقداری انرژی به خودتون بدین. وقتی انرژی به خودتون دادین، اون انرژی برمیگرده داخل ایران. سیاوشان آماده خواهد کرد، براتون بخش میکنیم. خواهش میکنم زحمت ما رو، ما آماده برای جون کندنیم، این کار رو انجام میدیم. سریعا عکس‌العمل نشون بدین، تلفن ها رو مشغول کنید، ایمیل بفرستید، خودتون نمیدونین به دخترتون بگین، به پسرتون بگین، به هر جوری که دوست دارین، یه خود نشون بدین خودتون رو. 43 سال خاموش بودن، 43 سال سکوت کردن، 43 سال بی تفاوت بودن، نتیجهش اینه. نتیجه بدی ما گرفتیم عزیزان، نتیجه خوب بگیرید. یک بار میشه این کار کرد. واقعا صحبت های رضا شاه دوم یک انرژی ایجاد کرده که غیر قابل تصور. در داخل ایران، در بیرون، اینو نذارید آروم بشه. انرژی که میاد باید اینو رشدش داد، باید بهش گفت قشنگ یه مدل تشعشع درش ایجاد کرد، بیشترش کرد، نه اینکه خاموش که دیگه صحبت نکنه آقا تموم شد. ایشون میگه آقا من صحبتامو کردم، پس بنابراین من که نمیخوام فقط تو ایران زندگی، من عاشق کشورم هستم، آرزوم هم هست که بیام تو ایران زندگی بکنم. اگه شما نخواهید، خب من اینجا در آوارگی دارم زندگی میکنم، شما مثل که دوست دارین بهش نشون بدی، به خودتون نشون بدی که نه ما نمیخوام آواره باشیم، بس دیگه 43 سال تو کشورهای خارجی انگلیسی برخورد کردیم و فرانسه و نمیدونم فلانی، میخوام بیام تو کشورم، اگر عمری از اونجا لذت ببرم، هوای ایرانی که نفس میکشم زنده میشم، تو با همسایه‌ام صحبت میکنم، اصلا هر کجا ایران خونه منه. ما مشکل داریم، واقعا مشکل داریم. امیدوارم. خب از بدین که ببینیم که انقلاب ایران از کجا شروع شد. در سال 6 سال پیش در مقابل پاسارگاد، اون نسل جوان ما بهشون انرژی دادیم، پخش کردیم و درک کرد که کار قشنگی انجام داده و هیچ وقت هم تختهش نکردیم. آقا این از صحبتی که میکنی نجات پرستیه، منم گفتم هر کس این صحبت کرد که نجات پرستیه غلط زیادی کرد، نجات پرستی نبوده، بیدار شده، داره میخواد انقلابی رفتار بکنه. تمام کارتون در اون زمان کار انقلابی بود و همین الان کاری که در ایران داره انجام میشه یه کار بسیار پرقدرت انقلابیه. به نتیجه خواهیم رسید بی برو بگرد. سیاوش جان ممکنه گروه شماره 6 رو ممکنه پخش بکنید در پاسارگاد؟ من بخوام یه مقداری تجدید خاطره بشه که انقلاب از اونجا شروع شد. جمهوری اسلامی هم دوزاریش افتاد، خواست سرکوب بکنه، سال بعد جلوش گرفت، نمیتونه نخواهد تونست، برای که وقتی کسی واقعا خودش بیدار شد هیچ کس نمیتونه خوابش بکنه. شما رو به خوابتون برده بودن ولی الان بیدارید، بیدار بمانید تا جمهوری اسلامی رو به خواب ببرید. اون زمان خواب راحتی خواهید کرد، امنیت، رفاه، آس، همه چی براتون خواهد، اون زمانش قشنگ استراحت میکنه. سیاوش جان گروه شش نگاه کنیم، جالبه.